رئال صد نشین با سومین آمار گلزنی ضعیف قرن 21. رسمی ادنسون کاوانی به منچستر یونایتد پیوست. هشدار مستقیم رونالد کومان با گریزمان و دیون. کنایه تویتری سنگین تاتنهام با منچستری ها. باشگاه منچستر یونایتد اعلام کرد که ادنسون کاوانی مهاجم سابق پاریس سن ژرمن را به خدمت گرفته است. کاوانی که بعد از جدایی از پاریس سن ژرمن در پایان فصل گذشته لیگ فرانسه بازیکن آزاد بود، قرارداد یک ساله با شیاطین سرخ امضا کرد و در صورت توافق دو طرف این قرارداد برای یک سال دیگر قابل تمدید هست. این مهاجم با تجربه برای هر فصل 11 میلیون یورو از منچستر یونایتد دستمزد دریافت خواهد کرد و 2 میلیون یورو نصف پاداش عملکرد برای او در نظر گرفته شده است. و بعد از امضای قرارداد با سایت رسمی باشگاه منچستر یونایتد گفت: منچستر یونایتد یک از بزرگترین باشگاه‌های دنیاست. بنابراین واقعا افتخار بزرگی است که اینجا هستم. من در طول تعطیلات سخت کار کردم و مشتاقم که برای این باشگاه بی‌نظیر بازی کنم. من در طول دوران حرفه‌ای مقابل بعضی از پرشورترین هواداران فوتبال در دنیا بازی کردم و می‌دانم که در منچستر هم شرایط به همین شکل خواهد بود. نمی‌توانم برای تجربه جو ولترافورد بیش از این صبر کنم وقتی که شرایط برای بازگشت هواداران مناسب شود. اوله گونار سولشار سرمربی منچستر یونایتد هم در مورد به خدمت گرفتن این مهاجم با تجربه گفت: ادنسون یک بازیکن حرفه‌ای بسیار با تجربه است که می شهر کاری بتواند برای تیم انجام می‌دهد. رکورد گلزنی او در رقابت‌های باشگاهی و ملی فوق‌العاده است و ما خوشحالیم که بازیکنی در اندازه‌های او را به خدمت گرفتیم. او می‌تواند انرژی، قدرت، رهبری و یک ذهنیت فوق‌العاده‌ای به تیم اضافه کند و البته مهم‌تر از همه برای تیم گل بزند. او تا حالا دوران حرفه‌ای فوق‌العاده‌ای داشته، در هر باشگاهی که بوده جام برده و هنوز هم می‌تواند در بالاترین سطح کار کند. رئال مادرید با خوبی راه پیروزی در لالیگا را یاد گرفته و این کار را می‌تواند با حداقل گل نیز انجام دهد. رئال مادرید پس از انجام 4 بازی و کسب 3 برد و یک تساوی به تنهایی سرنشینی لالیگا است. اگر تساوی هفته اول برابر سوسیداد نبود، تیم زیدان میتوانست با 4 برد متوالی شروع قدرتمندانه تر در لالیگا را جشن بگیرد. رئال هرچند با یک بازی کمتر صدرنشین لالیگا است، اما از لحاظ آمار گلزنی شرایط مطلوبی را تجربه نمی کند. رئال 6 گل به ثمر رسانده است که سومین آمار گلزنی ضعیف در 20 سال گذشته پس از انجام 4 بازی در لالیگا محسوب می شود. تنها فصل 2004-05 و 2012-13 رئال پس از پایان هفته 4 آمار ضعیف تر را به ثبت رسانده بود. فصل 2004-05 رئال مادرید در پایان هفته 4 تنها 3 گل زده بود و در رده 3 قرار داشت. فصل 2012-13 با مربیگری خوزه مورینیو نیز 5 گل زده بود و در رده 4 قرار داشت. فصل 2010-11 رئال پس از 4 بازی ابتدای لالیگا توانسته بود مثل این سال 6 گل به حریفانش بزند. از لحاظ آمار دفاعی تیم زیدان 2 گل در 4 بازی دریافت کرده که در 20 سال گذشته در 6 فصل نیز آمار مشابهی به ثبت رسانده بود. فصول 2015-16 و 1976-77 نیز رئال پس از 4 هفته اول لالیگا توانسته بود دروازه‌اش را بسته نگه دارد. سرمربی هلندی بارسا در پایان بازی با سوی از عمل کرده 2 بازیکن خود رضایت نداشت. بارسلونا شب گذشته در نوکان برابر سوی با تساوی 1-1 متوقف شد. ابتدا سوی با گل لیکتیونگ پیش افتاد، ولی خیلی زود فلیپی کوتونیو روی اشتباه خصوص نواز گل تساوی را به ثمر رساند و در ادامه گل دیگر وارد دروازه ها نشد تا دو تیم به تساوی رضایت بدهند. بعد این ترتیب بارسا پس از 2 برد متوالی امتیاز از دست داد و پس از وقفه بازی های ملی باید به زمین خطافه برود. در بازی شب گذشته مسی و فاتی در امر گلزنی موفق نبودند، ولی کومان از 2 بازیکن دیگرش ابراز نارضایتی کرد. او در مورد گریزمان گفت: در بازی قبلی برابر سلتا گریزمان را تعویض کردم چون 10 نفره شده بودیم و فاتی در زمین مان چرا که بازی عمق بیشتری دارد. امشب گریزمان 2 موقعیت خیلی خوبی گلزنی داشت و با توجه به کیفیتی که دارد انتظار داشتم حداقل یکی را به گل تبدیل کند. کومان در مورد بازی ضعیف فرانک دیونگ هافک هلندی بارسا نیز گفت: فرانکی بیش از اندازه توپ از دست داد. در حالت عادی چنین نمایش از او دور از انتظار هست. او برخلاف دیگر همتیمیهایش تمرکز کافی را نداشت و با دقت بازی نکرد. از فرانکی توقعات خیلی بیشتر دارم. باشگاه تاتنهام اولین توییت صبح امروز خود را به بازی روز گذشته اختصاص داد. روز گذشته شاهد رقم خوردن یک نتیجه تاریخی در ورزشگاه اولترافورد بودیم. منچستر یونایتد در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان تاتنهام خوزه مورینیو بود و در نهایت 6-1 بازنده شد. این یونایتد بود که در دقیقه 2 با پنالتی برونو فرناندز پیش افتاد، اما خیلی زود 2 گل دریافت کرد و سپس آنتونیو مارسیال از زمین بازی اخراج شد تا کار برای شیاطین سرخ دشوار شود. در نهایت شاگردان مورینیو 4 گل دیگر هم به ثمر رساندند تا یک نتیجه عجیب و تاریخی به ثبت برسد.
حساب تویتر رسمی تاتنهام صبح روز گذشته در کنایه به منچستری ها با انتشار عکس از نتیجه بازی نوشت انگیزه روز دوشنبه. جوردی آلبا کلاسیکو را از دست داد. مدافع چپ بارسا شب گذشته مصدوم شد و در مورد رسیدنی او به کلاسیکو رفت لالیگا خوشبینی ها چندان زیاد نیست. بارسلونا شب گذشته در نوکم به مساف سیویا رفت و در نهایت بازی با تساوی 1-1 به اتمام رسید. در دقیقه 75 بازی بود که جوردی آلبا به دلیل مصدومیت از ناحیه پای راست تقاضای تعویض داد و سرجینیو دس خرید جدید بارسلونا به جای او وارد میدان شد. او به صورت توسط دکتر جاویان گواست تحت معالجه قرار گرفت و گفته شد که دچار پارگی همسترینگ شده و در مورد وضعیت او خوشبینی ها بالا نیست. تیم پزشکی بارسا روز گذشته با تایید مصدومیت همسترینگ آلبا مدت زمان مشخص برای بازگشت او به میدان را اعلام نکرد. اما طبق دای رسانه های اسپانیوی آلبا در بهترین حالت 3 هفته دور از میدان خواهد ماند و این دوری ممکن است تا 6 هفته به طول بیانجامد و به این ترتیب ال کلاسیکو 24 اکتبر را از دست خواهد داد. آلبا فصل گذشته نیز یک مصدومیت سنگین را پشت سر گذاشت که باعث شد چندین هفته دور از میدان بماند. کریم بنزما در رئال مادرید 250 تایی شد. کریم بنزما روز گذشته موفق به ثبت گل شماره 250 خود برای رئال مادرید شد. رئال مادرید روز گذشته موفق شد در زمین لوانته با نتیجه 2-0 پیروز شد و به صدر لالیگا برسد. ابتدا وینیسیوس دقیقه 16 بود که برای کاکاشانی ها گلزنی کرد و در دقیقه 94 بازی کریم بنزما توانست گل دوم را به ثمر برساند. این اولین گل بنزما در فصل جدید پس از انجام 3 بازی بود. کریم با بچانسی موفق نشده بود به سوسیداد بتیس و وایردولید گل بزند. اما انتلسم بالاخره شب گذشته شکسته شد و ستاره فرانسوی توانست نخستین گل فصل خود را به ثمر برساند. با این گل شماره گل های بنزما برای رئال مادرید به 250 رسید که 170 تای آنها در لالیگا به ثمر رسیده است. او 40 گل با سانتیانا و 58 گل با آلفردو دی استفانو فاصله دارد تا به رتبه سوم گلزن برتر تاریخ رئال مادرید برسد. کریم پس از اتمام بازی پیراهن ویژه را به مناسبت گل شماره 250 خود از فلورنتینو پریز رئیس باشگاه رئال مادرید دریافت کرد. او فصل گذشته در همه رقابت ها 27 گل به ثمر رساند و در لالیگا با 21 گل پشت سر لیونل مسی دومین گلزن برتر لالیگا بود. بهترین گلزن تاریخ رئال مادرید کریستیانو رونالدو با 450 گل هست و پشت سر او رئال گونزالس با 323 گل و دی استفانو و سانتیانو با 308 و 290 گل قرار دارند. کریم هم در این رتبه پنجم هست. پاسخ نهایی عثمان دمبله به پیشنهاد منچستر یونایتد. عثمان دمبله ستاره فرانسوی همیشه مصدوم بارسا به منچستر یونایتد نخواهد رفت. منچستر یونایتد هفته ها در تلاش بود تا جیدون سانچو را از بورسیا دورتموند به خدمت بگیرد. اما باشگاه آلمانی حاضر نشد از قیمت این بازیکن بکاهد و در نتیجه یونایتد اکنون برای تقویت خط حمله خود به عثمان دمبله فکر میکند. بازیکن کردن قیمت‌تر از سانچو هست و مهمتر این که بارسا برخلاف دورتموند مانعی بر سر راه جدایی بازیکنش ندارد. بارسا هیچ مخالفتی در راه این انتقال ندارد اما دمبله حاضر نیست تحت هیچ شرایطی با قرارداد قرضی به یونایتد برود، حتی اگر در این قرارداد بند خرید دائمی نیز قید شده باشد. او حالا پیشنهاد قرارداد دائمی با یونایتد را نیز قبول نخواهد کرد. روز گذشته رادیو مونته کارلو ادعا کرد که عثمان دمبله با فاصله کمتر از 24 ساعت تا پایان نقل و انتقالات به منچستر پاسخ منفی و قطعی خود را ارائه داده است و به سران بارسا نیز اطلاع داده که فصل جاری ماندنی است و به هیچ پیشنهادی برای جدایی پاسخ نخواهد داد. او با وجود اینکه در 3 بازی اخیر بارسا حتی یک دقیقه هم بازی نکرده و رونالد کومان سرمربی هلندی نیز در تمام نشست‌های خبری اشتراحتاً گفته است که روی بازیکن‌های دیگر حساب می‌کند، از جدایی منصرف نشده است. قرارداد دمبله با بارسلونا تا سال 2022 اعتبار دارد و اصرار دارد که بالاخره امسال می‌تواند ارزش‌هایش را در بارسا ثابت کند.